فعالیت چون بند میشه در افغانستان. وزارت اقتصاد تأکید کرده که مؤسسات و کشورهای تمویل کننده از این پس نباید برنامه های بازسازی را با این مؤسسات قرارداد کنند. اما مردم در مورد کارکرد این جوها یا مؤسسات غیر دولتی چنین نظر دارند؟ من از فعالیت های این جوها چون تحت نظارت دولت نباشه راضی نیستم. اینها بسیار مؤثر نیست. آرموسی که در افغانستان اگر واقعا به خاطر خدمتگزاری و یا به خاطر عرضه خدمات تعلیم و تربیه به شکل دقیق و صحیح کار میکنه مورد تعیین است. وزارت اقتصاد پیشتر نیز بیش از 170 مؤسسه داخلی و خارجی را به دلیل کمکاری منحل اعلام کرده بود. گفته می شود تا کنون بیش از 1200 مؤسسه داخلی و حدود 300 مؤسسه خارجی در وزارت اقتصاد ثبت شده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر بر ادامه تطبیق برنامه تقدیر از اجراءات خوب که نتیجه مثبت داشته تاکید می کند. سفارت آمریکا که این برنامه را حمایت می کند با عقد تفاهم نامه بیش از 25 میلیون دلار به این برنامه کمک کرد. این وزارت می گوید برای تقدیر از ولایات که علیه کشت کوکنار عمل کرده اند 1 میلیون دلار برای اجرای برنامه های انکشافی کمک می شود. کمک 25.7 میلیون دلار توسط آمریکا به وزارت مبارزه با مواد مخدر. این کمک برای تمویل برنامه تقدیر از اجراءات خوب صورت گرفته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید با تطبیق این برنامه کشت مواد مخدر کاهش چشمگیری یافته است. ما امسال توانستیم که 20 ولایت افغانستان صفر نگاه کنیم. 4 ولایت از افغانستان، 4 ولایت از کشور کاهش چشمگیر بدیم. آقای مقبل میگوید با اینکه نهادهای دولتی برنامه‌های مؤثری برای از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر داشته است، اما در مقابل شمار معتادان افزایش یافته است. در حدود 143% در ظرف 5 سال اعتیاد در کشور ما رشد کرده. ما برنامه تداوی معتادین تنظیم کردیم تا توسط این برنامه بتوانیم کنترل در تعداد اعتیاد با وجود بیاریم. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر میگوید برای از بین بردن کشت کوکنار برنامه معیشت بدیل را اثر گرفته که کمک های آن به دهقین آسیب دیده اختصاص مییابد. برنامه معیشت بدیل تا بتانیم دیقانی که آسیب میبینه، دیقانی که با مشکل مواجه میشه، ما اونا را کمک کرده باشیم تا اونا از کشت کوکنار صرف نظر بکنن، یعنی یک اقتصاد مشروع را برشان تنظیم بکنیم. امریکا که کشت و قاچاق مواد مخدر را یک موزل بین المللی میداند نیز از این مشکل در امان نیست. کارل آیکنبری سفیر امریکا میگوید هیچگاه کمک به مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را فراموش نخواهند کرد. آیکنبری افزایش شمار معتادان را نگران کننده خوانده میگوید کشت کوکنار نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان یک خطر جدی است. Related to opium poppy cultivation hurts not only the countries that are markets. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید برای تطبیق برنامه تقدیر از اجراءات خوب به 126 میلیون دلار نیاز دارد که 118 میلیون آن را دولت آمریکا و متباقی را بریتانیا متحد شدند. و اما اینکه مسئولان امور تنظیم آب در ولایت‌های شمالی از کمبود آب زراعتی در این حوزه اظهار نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند تنها در ولایت بلخ نزدیک به 450 هکتار زمین زراعتی وجود دارد که این مقدار زمین به بیش از 400 متر مکعب آب در ثانیه نیاز دارد. در همین حال وزارت زراعت میگوید برنامه‌ای را با هزینه 35 میلیون دلار از کمک مالی بانک جهانی به مدت 3 سال تنظیم کرده است. روح الله رحیمی این گزارش را از مزار شریف فرستاده است. کمبود آب چالشی برای وزارت زراعت و آبیاری در ولایت‌های شمالی. مسئولان تنظیم آب زراعتی در شمال کشور از کمبود آب زراعتی در ولایت‌های بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل و سمنگان شدیداً اظهار نگرانی می‌کنند. اما رئیس تنظیم آب وزارت زراعت میگوید آنان یک برنامه 3 ساله را به منظور رفع کمبود آب زراعتی روی دست گرفتند. وزارت زراعت یک برنامه را به نام تنظیم آبیاری مزرعه
و اصطلاح انگلیسی از او آن فارم واتر منیجمنت است که برنامه را با کمک بانک جهانی آغاز کرده. از سوی دیگر شماری از میراب‌های حوزه شمال کشور نیز کمبود آب و عدم تنظیم درست آن را از مشکلات اساسی دهقان عنوان می‌کنند. فقط آب مزایی میشه در وقتی بودن آب سیل میبره کشت کار ما را، وقتی که آب نمی باشه از تشنگی میمیریم. ما یعنی 11000 جرب زمین کشت گرفته نتونستیم از بین رفته بود. این در حالی است که تنها در ولایت بلخ نزدیک به 450 هکتار زمین زراعتی موجود است که این مقدار زمین به بیش از 400 متر مکعب آب در ثانیه نیاز دارد. اما در حال حاضر سالانه حد وسط تنها 38 متر مکعب آب در هر ثانیه در دسترس است. از سوی دیگر رئیس تنظیم آب در ولایت بلخ تاکید می‌کند در صورتی که منابع آبی این ولایت درست تنظیم نشود، هرگز مشکل دهقان از ناحیه کمبود آب برطرف نمی‌شود. تا زمانی که منابع آبی انکشاف داده نشود، تا زمانی که سیلاب‌هایی که برای ما دردسر خلق می‌کنه آب از سیلاب‌ها ذخیره نشود، تا زمانی که آب‌های افغانستان که با بیرون از مرزهای افغانستان سرازیر میشه و آبها مهار کرده نشوه، مشکل کمابی زارین عزی ولایت شمال مرفوع کرده. اسمت الله میگوید در راستای تنظیم آب در ولایت های شمالی تلاش های نیز جریان دارد که در 3 سال گذشته 170 پروژه آبی با هزینه 20 میلیون دلار آمریکایی در این ولایت کار شده، اما به گفته دهقان هرگز کافی نبوده است. و حال نگاهی میاندازیم به جدول نرخ مبادله پول افغانی در بازار کابل و پیشگویی وضعیت هوای چند شهر افغانستان. یک دلار آمریکایی خرید 45 افغانی و 10 پول، فروش 45 افغانی و 20 پول. یک پوند انگلیسی خرید 72 افغانی و 50 پول، فروش 72 افغانی و 60 پول. یک یورو خرید 62 افغانی و 50 پول، فروش 62 افغانی و 60 پول. یک درهم امارات خرید 12 افغانی و 20 پول، فروش 12 افغانی و 30 پول. یک ریال سعودی خرید 12 افغانی، فروش 12 افغانی و 10 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 41 افغانی و 20 پول، فروش 41 افغانی و 30 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1030 افغانی، فروش 1040 افغانی. 1000 روپیه پاکستانی خرید 533 افغانی، فروش 534 افغانی.